درود بر شما، به کانال شب رو خوش اومدین. برای حفظ حریم شخصی از اسامی غیر واقعی استفاده شده. این یه داستان واقعی است. قضاوتم با خود شماست. ممنون میشم که زحمت لایک کردن و سابسکرایب و کامنت گذاشتن رو شما بکشید و تا پایان این داستان با من همراه باشید. سلام، من اسما هستم. 37 سالمه. چند سال بعد از اینکه تحصیل در مقطع دبیرستان رو به پایان رسوندم، علی به خواستگاریم اومد. اگرچه او در بازار شغل آزادی داشت، اما از درآمد مالی خوبی برخوردار بود. به همین دلیل من به خواستگاری پاسخ مثبت دادم و اینجوری بود که زندگی مشترک ما شروع شد. در همین حال یکی از دوستان و همکلاسی‌های دوران دبیرستانم با یه جوان دیگه ازدواج کرده بود. وقتی ناهید رو تو یکی از مراکز خرید دیدم خیلی خوشحال شدم و اونو به خونمون دعوت کردم. اون شب از خاطرات گذشته گفتیم و با هم خندیدیم و گاهی هم به گذر اون دوران افسوس خوردیم. وقتی علی از سر کار به خونه برگشت، دوستم رو به اون معرفی کردم و تاکید کردم که ناهید پرشور و شرترین دختر کلاس بوده که مدام همه بچه‌ها رو اذیت می‌کرد. اما حالا ازدواج کرده و دیگه اون هیجان سابقه نداره. خلاصه اون شب ناهید شامو کنار ما خورد و همسرم اونو با خودروی خارجی شاسی بلندش به خونش رسوند. حالا دیگه من دوست صمیمی برای درد دلم پیدا کرده بودم و ناهید به راحتی به خونه ما رفت و آمد میکرد. معاشرت‌های ما به گونه‌ای صمیمانه شده بود که دیگه ناهید حجابش رو نزد همسرم رعایت نمی‌کرد و با لباس خونه کنار علی می‌نشست. او هیچ وقت با شوهرش به خونه ما نیومد و ادعا می‌کرد که همسرش انسان معاشرتی نیست و از اینکه خونه دیگران بیاد خجالت می‌کشه. خلاصه رفت و آمدهای ناهید ادامه داشت و منم هیچ وقت به رفتاری او با همسرم مشهود نمی‌شدم، چرا که او هم زن متأهلی بود و هم از طرف دیگه منم ناهید رو از همون دوران دبیرستان به شدت دوست داشتم. تا اینکه دخترم ساناز به دنیا آمد و رفت آمدهای ناهید به خونه ما بیشتر شد، چرا که سعی میکرد به من تو کارهای خونه کمک کنه. اما مدتی بعد احساس کردم که اخلاق و رفتار علی تغییر کرده. با وجود این اهمیتی به موضوع ندادم و دلیل اونا رو مشکلات کاری و فراز و فرودهای اقتصادی توی بازار تجارت میدونستم و از طرفی هم سرگرم بچه داری بودم و توجه زیادی به علی نداشتم. خلاصه در حالی که 5 سال از این ماجرا سپری میشد، دیگه احساس کردم که این بی‌تفاوتی و روابط سرد عاطفی علی بی دلیل نیست. بنابراین با همون کنجکاوی زنانه رفتارای علی رو زیر نظر گرفتم تا اینکه فهمیدم پای یه زن در میونه. به همین دلیل یه روز پنهون گوشیشو برداشتم و از پیام و تصاویر اون متوجه شدم که علی با ناهید ارتباط صمیمانه تری داره، چرا که ناهید نیز حدود 1 سال قبل از شوهرش طلاق گرفته بود ولی همچنان به منزل ما رفت آمد داشت. وقتی موضوع رو با جدیت پیگیری کردم، تازه فهمیدم که علی از چند ماه قبل ناهید رو به عقد موقت خودش درآورده. آسمون روی سرم خراب شده بود و نفرت همه ی وجودم رو گرفته بود. با خشم و عصبانیت با علی دعوا کردم و با حالت قهرخونه رو ترک کردم و با دخترم به خونه پدرم برگشتیم تا شاید علی به خودش بیاد و از ناهید جدا بشه. اما اون هیچ وقت زیر بار خواسته من نرفت و ادعا کرد که ناهید به خاطر من از همسرش طلاق گرفته و من نمیتونم توی شرایط اونو طلاق بدم. حالا دیگه تو مخمصه بدی افتاده بودم و نمیتونستم تصمیم درستی بگیرم. بیش از اندازه به ساناز وابسته بودم و نمیخواستم که از علی طلاق بگیرم، چرا که بعد از اون دخترم دچار ناراحتی های روحی و عاطفی میشد و آیندهش در مسیر تاریکی قرار میگرفت. این بود که خواسته خودم رو زیر پا گذاشتم و با حالت تحقیرآمیزی نزد علی برگشتم تا در کنار هوایی زندگی کنم که روزی صمیمیترین دوستم بود و حالا از اون نفرت داشتم. اما بدبختی من از اونجا بیشتر شد که فهمیدم ناهید مثل همسرم اعتیاد داره و مدام در کنار یکدیگر مواد مخدر مصرف میکنن. حالا دیگه اعتیاد علی و ناهید به جایی رسیده بود که علی دیگه مخارج زندگی رو نمیداد و منو کتک میزد تا از زندگی او بیرون برم. علی در حالی مدعیه که ناهید از دختر من به خوبی مراقبت میکنه که من در این شهر غریبم و خانواده‌ام در شمال کشور زندگی میکنن. این بار وقتی علی منو به شدت کدک زد، دیگه طاقت نیاوردم و دست به دامن قانون شدم. اگرچه میدونم که خودم تو انتخاب دوست بعد از ازدواجم اشتباه کردم و باید تو همون روزهای اول معاشرت که اونو بدون حجاب نزد علی میدیدم به این ارتباط پایان میدادم. همراهان عزیز، چنانچه دوست دارید که تجربیات شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه، میتونید با ما در ایمیلی که در دیسکریپشن نوشته شده در ارتباط باشید.